مراسم اختتامية سيومين موجوية من ليفا بين المللية إمام أبو حنيفة رحمة الله عليه. ترين مراسم مولوي عبد الكبير موفينسيوس يا رئيس الوزراء إمارات إسلامية أفغانستان از سرمایه گذاران داخلی و خارجی خواست با استفاده از فرصت های موجود برای سرمایه گذاری که با حاکمیت دوباره إمارات إسلامية أفغانستان مساعد شده است در افغانستان سرمایه گذاری نمایند. ایرانی و بحرینی شرکتونه و کمپانی په افغانستان کې د سوداګرۍ پنګونې او صنعت په برخه کې لښته فرصتونو څخه استفاده وکړي. اسلامی امارات کوشش کوي چې د افغانستان او سیمې نړۍ اړیکې په اقتصادي او سوداګریزو همکاریو استوارې او پراخه کړي. موږ د سیمې له هیوادونو په ځانګړې ډول د منځنۍ آسیا له هیوادونو سره ښې اړیکې لرو او سوداګري کچه مو ورځ تر بلې لوړیږي. در پیام ملا محمد حسن خان رئیس الوزرای امارات اسلامی افغانستان که به مناسبت اختتام این نمایشگاه فرستاده تاکید شده است که برای تقویت اقتصاد باید چنین نمایشگاه ها برگزار شود تا افغانستان بر اساس تولیدات داخلی به خود کفایی برسد. از تمام ادارات زیر مجموعه امارات اسلامی افغانستان و کاپه ملت مجاهد پروار کشور به خصوص جامعه سکتور خصوصی مطالبه می نمایم تا جهت توسعه و پیشرفت اقتصادی کشور و ایجاد فضای کار برای مردم جهت سهمگیری و سرمایه گذاری در پروژه های بزرگ ملی مانند کشتیپا تاپی و دهها پروژه عام المنفعه اقتصادی دیگر از طرف خویش وکالتا رسالت نمایند. چه کل هم پانگوالو یا تجارانو دید تعرفه د کمخ غوښتنه کړې ده بر وخت ورته رسیدګي سوې ده او په هغه باندې غور سوی ده او دغه شانته د تدارکاتو په قانون کې او په مجموع کې د کابینې له لورې دا فیصله چې داخلي تولیداتو او محصولاتو ته به ترجیح ورکول کېږي. در این حال مسئولان اتاق تجارت و سرمایه گذاری می گویند که 7000 نفر از این نمایشگاه بازدید کردند و میان 324 شرکت داخلی و خارجی قراردادها منعقد شده است. رابطه ما یک 80% مشکل ما در افغانستان حل گردیده، 20% مشکلات ما که هستند در خارج از کشور هستند. پولهای منجمد ما را از اتحادیه اروپا از سایر کشورهای که دین در دیپلومات های کورت دیپارتی کشیشته ارزو داریم که در این برنامه ما همکاری کنه. پول منجمد شده افغانستان باید هرچه آزاد شود و به دسترس مردم افغانستان که وارثش افغانستان بانک است باید داده شود تا ما بتانیم از پولها به خاطر پیشبرد افغانستان باید کوشش بکنیم. این نمایشگاه از یک هفته بدین سو با حضور شرکت های داخلی و خارجی به منظور بازاریابی محصولات داخلی در کابل برگزار شد و محصولات از طریق 700 غرفه به نمایش گذاشته شد.